سلام بچه ها، سلام، مرسی. خب بچه ها، صدا و تصویر اگر خوبه من شروع کنم ادامه داستان زیبا و کرد ترکیه ای رو. صدا کمه. خب یه ذره من بلندتر میخونم. در راه برگشت به خانه با بچه ها آنقدر مضطرب و دلواپس بودم که حرف های بچه ها را نمی فهمیدم و به سوالات پی در پی آنها پرت و پلا جواب می دادم. نزدیک دم خانه بریوان تا ماشین به پدرش را دید به سویش دوید و من هم مثل ضعیفه های سر به زیر آرام سلام کرده و وسایل خرید را از او گرفتم تا به خانه ببرم. وارد خانه که شدم چشمم به زنی افتاد به نام گولای که او را نیز می شناختم. در جمع بهاییان او را دیده بودم. چقدر خوشحال شدم که تنها نبودم. علی فوری گفت که گولای آمده از بچه ها نگهداری کند. با این حرف قوت قلب گرفتم. خیالم راحت شد از این بابت فشاری به علی نمی آید و بچه ها نیز تنها نمی مانند. علی پسر بزرگ هم از مدرسه آمده بود. دقایقی نگذشته بود. ما هم درگیر جمع جور کردن مواد غذایی خرید شده بودیم که یک دفعه علی باز دگرگون شد و با عصبانیت و صورت برافروخته و کاملا نزدیک به صورت من پرسید: رفتی خانه زنان؟ رفتی؟ گلشا را پیدا کردی؟ نه نتوانستم. من باید آدرس را پیدا کنم. خسته بودم. شب نخوابیده بودم. هنوز حرفم تمام نشده بود که به سویم حمله کرد و مرا آنچنان هلم داد که چند متری به عقب رفتم و به دیوار حمام برخوردم. در حالی که کمرم را گرفته بودم و پشتم را میمالیدم گفتم: آرام باش، خواهش میکنم، من میروم، الان میروم. علی با خشم داد و فریاد میکرد: باید بری اونو از موهایش بگیری و بیاریش، فهمیدی؟ فهمیدی؟ من باید سر کار بروم. الان همین الان میروم. اینجا علی رو به پسر بزرگش گفت: علی تو هم برو با زیبا. من سریع با تأیید آن گفتم: آره تو هم بیا علی، بیا اصلا دوتایی بریم آنجا را پیدا کنیم، بیا. علی پسر بزرگ با من بیرون آمد. من دوچرخم را دم در خانه آنها پارک کرده بودم. وقتی میخواستم قفل آن را باز کنم علی پسر بزرگ گفت: دوچرخه را برای چی میاری؟ بذار همینجا بمونه. نه تو با اتوبوس برو، من با دوچرخه دم ایستگاه راه آهن هم دیگر را میبینیم، اما من تا دم ایستگاه اتوبوس با تو میایم. در آن طرف خیابان بودیم که علی با ماشینش با عجله از کنار هر دوی ما گذشت تا سر کارش برود. از علی پسر بزرگ درباره پدرش و خلق و خوی او پرسیدم. او میگفت پدرش روانی است و احتمال اینکه تهدیدهایش را عملی کند زیاد است. با این حرفها ترس من بیشتر و بیشتر میشد. نزدیک ایستگاه اتوبوس من رو به او کردم و گفتم: خب علی تو با اتوبوس برو و ما هم دیگر را 10 دقیقه دیگر دم ایستگاه راه آهن میبینیم. بعد من سوار دوچرخم شدم و با سرعت به راه افتادم. آری من دیگر تصمیمم را گرفته بودم و تصمیم قطعیم را مبنی بر فرار از خانه، فرار از برگدورف و نمیدانم شاید هم فرار از هامبورگ. 5-6 دقیقه طول نکشید که به خانه ام رسیدم. بعد از چند تلفن ضروری زود پاسپورتم را با مسواک و کرم و یک دامن و یک شورت برداشتم و در کیفم گذاشتم و با عجله سوار بر دوچرخم از خانه دور شدم. دنیا برایم تیره و مات شده بود و آدمها و زندگی اطرافم را جور دیگری می دیدم. دم ورودی سالن راه آهن وحید دوست مصریم را دیدم. حالم را جویا شد. با
با ناراحتی به او گفتم که اصلا حالم خوب نیست و شاید از هامبورگ بروم. از او در حالی که نگران نگاهم می کرد خداحافظی کردم. در مسیر قطار به سمت مرکز شهر هاج و واج به همه جا خیره شده بودم. از دیدن هر آدمی با قیافه ترک ترس برم می داشت. حالت افرادی را داشتم که قاچاقی از مرز خارج می شوند. آرزو می کردم هرچه بیشتر از آنجا و آن شرایط دور و دور و دورتر شوم. احساس ضعف داشتم. از دیشب چیزی نخورده بودم. تصمیم گرفتم به خانه دوستم زری بروم تا بعد از مدتی استراحت و به خود آمدن تصمیم لازم و درست را بگیرم. اما آنچه که دیگر برایم قطعی شده بود مراجعه من به پلیس بود، اما پلیسی در دور از منطقه ما. زری در خانه را به رویم باز کرد. تا او را در راه پله ها دیدم دستهایم را بالا برده و کلمه اصیل آزول را تکرار کردم. کلمه ای که پناهندگان به محض دیدن پلیس آلمان در مرزها به زبان می آوردند و طبق قانون آلمان این افراد پناهنده باید پذیرفته می شدند. زری با شنیدن این کلمات از من و دیدن دستهایم به بالا خندید و گفت بیا تو پناهنده عزیز. دختر کوچکش یاسمین نیز از آمدن من خوشحال بود و در آن دنیای کوچک و زیبایش غافل از غم و اندوه درونی من برای با من بودن نقشه می کشید. علی‌رغم گرسنگی‌ام باز نمی توانستم چیزی بخورم. ناآرام به زری گفتم می خواهم به اداره پلیس بروم، وقتی برگشتم غذا می خورم. خوشبختانه در 100 متری خانه آنها اداره پلیس بود. فکر نمی کردم که مامورین پلیس به این مسئله تا آن حد جدی و با اهمیت برخورد کنند. با خودم می گفتم نیم ساعتی بیش طول نمی کشد، در حالی که از نزدیک های ساعت 5 بعد از ظهر تا بعد 9 شب این پرسش و پاسخ و پیگیری طول کشید. در اداره پلیس تا ماموران اسم اسلحه و تهدید به مرگ را شنیدند از من پرسیدند آیا وقت کافی برای پاسخ به سوالات آنها دارم؟ مسلم جواب من آری بود. آنها از من خواهش کردند به اتاق دیگری بروم تا از طرف بخش جنایی پلیس افراد مسئول بیایند. مامورین پلیس در این فاصله چندین بار با فروزان تلفنی صحبت کردند تا ضمن هماهنگی و مقایسه صحبت‌های او با آنچه من بیان کرده‌ام احتمالاً اطلاعات بیشتری نیز به دست آوردند. این امر خواسته و ناخواسته فروزان و خانواده اش را نیز هرچه بیشتر با این مسئله درگیر می کرد. بعد از مدتی کوتاه زنی جوان و شیک و قبراق وارد اتاق شد و ضمن معرفی خود با من دست داد. او به طور مشروح ماجرا را با تمام جزئیات پیگیر شد. اظهار تأسف می کرد که متاسفانه در بسیاری از موارد پلیس بعد از وقوع جنایات وارد عمل می شود و باید تلاش کرد که مانع این اعمال شد و قبل از وقوع کاری کنیم. او از همه چیز جویا می شد، حتی از شرایط زندگی و فعالیت های من که به نوعی در ارتباط با این مسائل قرار می گرفتن. من توضیحات لازم را در این رابطه دادم که چندین سال است به علت فعالیت‌های فرهنگی، علمی، هنری، ورزشی و غیره با خارجیان مختلف در ارتباط بوده و با فعالیت‌هایی مانند تدریس زبان آلمانی، مربی پینگ پونگ، ترتیب کلاس رقص، راهنمای گردش‌های علمی در مناطق حمایت از محیط زیست و چندین برنامه‌های دیگر رابطی برای ادغام و همگرایی آنها در جامعه آلمان بودم. از همین کانال‌ها زنان و مردان و نوجوانان و حتی کودکان در یک رابطه صمیمانه و دوستانه‌ای با من برقرار می‌کردند. مشکلات و مسائل شخصیشان را نیز برایم بیان می کردن که گاه با پیچیدگی های موجود در این مشکلات و ناراحتی ها وقوع ماجراهای ناخوشایند و تهدیدآمیز و بعضن خطرناک خارج از انتظار نبودند.
نمونه های آن را در رابطه با یک خانم افغانی که تحت فشار خانوادهش بود و مجبور به فرار از نزد آنها می شود یا داستان یک دختر بچه 9 ساله روس که غیر قانونی در آلمان زندگی می کرد و مدرسه نمی رفت و موارد دیگری را اشاره کردم که خواسته و ناخواسته در این ماجراها درگیر شده بودم و هر یک پیامدهای خاص خود را به همراه داشتند. حتی بعد از آنکه من دیگر آن فعالیت‌ها را نداشتم، به دلیل همین ارتباط صمیمانه باز بسیاری به من مراجعه می‌کردند. خانم میر، پلیس جوان، در نوشتن و تکمیل پرونده دیگر از من نه خانم معمار نوبری، بلکه در سرتاسر پروتکل 8-9 صفحه‌ای با لقب یونزر بتریان یاد می کرد که به فارسی شاید آن را مددکار اجتماعی افتخاری معنا کرد. او زنی بسیار آگاه و با درایت بود. احساس می کردم در رابطه با این شغلش حتی دوره روانشناسی دیده باشد. بعید نبود، چرا که برای بررسی و تحقیق در این موارد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره بی نیاز از فراگیری چنین علومی نمی توان ماند. بعد از شنیدن کل ماوقع و کلی بحث و گفتگو، ضمن تأیید نقطه نظرات من ابراز کرد اگر ما در هامبورگ حداقل 5 نفر مانند شما داشتیم، بسیار موفق تر از آن می شدیم که الان هستیم. چنانچه کسانی که به دیگران کمک می کردند، کار خود را علنی می کردند، آنهای دیگر می فهمیدند که تعداد این افراد کم نیست و اینقدر پای بند کلتور و فرهنگ بسته غلط نمی ماندند. ولی متاسفانه بسیاری حتی از روشنفکران نامشان را نمی گویند و دفاع خود را از قشرهای ستم دیده و تحت فشار علنی نمی کنند. بنابراین خلافکاران، جانیان مذهبی و فرهنگی و ناموسی و آبرویی خود را در اکثریت و قوت می‌بینند. او از من خواست که آدرس دقیق خانه، طبقه و کروکی اتاق‌ها را به او بدهم. از اسلحه و چگونگی آن پرسید که چون اطلاعاتی از انواع آن نداشتم، تنها به رنگ و شکل ظاهر آن اشاره کردم. او بعد از تکمیل پرونده و چندین بار طرح سوالات از نو و نیز مشورت با همکار خود با واحد پلیس در برگندورف تماس گرفت و ضمن تعریف ماوقع آدرس و مشخصات علی را به آنها داد. بعد رو به من گفت گروهی از مامورین همین از صاحب خانه او می روند. در کدام اتاق و قسمت آن احتمال مخفی کردن اسلحه را می دهید؟ اتاق خواب در یکی از کموت‌ها، ولی دقیقا نمی دانم. او از من خواست چنانچه امکان دارد در آنجا بمانم تا این گروه مأموریتش را به پایان رساند، چرا که در این فاصله شاید به کمک من نیازی باشد. من با کمال میل قبول کردم. ساعت حدودهای 7 شب شده بود. من تا آن وقت گرسنه و تشنه مانده بودم. چشمم به جعبه کیکی در کیف خانم میگر افتاد و گفتم ببخشید، ممکنه چند تا از آن کیک ها را من بخورم؟ ضعف دارم. بلا فاصله گفت بله مسلماً، بفرمایید. چیزی هم می نوشید؟ لطفاً آب. ممنون می شود. چندی بعد مأمور پلیسی مرا صدا کرد که خانومی سراغ مرا می گیرد. از اتاق که بیرون آمدم در قسمت مراجعه کننده ها زری و یاسمین را دیدم. آنها نگرانم شده بودند چرا تا این حد دیر کردم. به زری گفتم ماندنم آنجا ضروری است و چند ساعتی باز شاید طول بکشد. او با مهربانی میخواست برایم چیزی برای خوردن بیاورد، ولی لازم ندانستم. با بوسه‌ای بر گونه یاسمین از آنها خداحافظی کرده و به اتاق برگشتم. از واحد برگدورف مرتب تماس میگرفتند و سوال میکردند. از احتمال خشونت علی، بودن بچه ها کنارش، دست راست یا دست چپ بودن اتاق علی. خانم میر به من مرحله به مرحله کار خودشان را بازگویی میکرد. در این بین هم از من درباره گلشا و خانه زنان میپرسید که با آنها در ارتباط قرار بگیرند. باری نزدیک های 9 شب بود که خانم میر گفت مامورین به خانه علی رفتند و بعد از تفحص و بازرسی یک خانه اسلحه را پیدا کردند. جای بسی خوشحالی بود، اما اسلحه گازی بود.
گاز پیستوله، نه یک اسلحه واقعی. او ادامه داد: البته از آنجایی که من اطلاع از انواع اسلحه ها نداشتم، طبیعی بود که تفاوت آنها را متوجه نشوم. اما در هر صورت کار علی مجازات دارد، چرا که کسی را تهدید، آن هم تهدید جانی کرده است. پلیس اسلحه را ضبط کرده بود، ولی چون اولین ارتکاب جرم علی بود، او بازداشت نمی شود، ولی باید خود را به پلیس و دادگاه معرفی نماید. من از این بابت خوشحال شدم، هم برای خود علی و هم اینکه او آنقدرها که فکر می کردم خشن و بیرحم نبوده است. خانم میر به من توصیه کرد چند روزی به خانه‌ام نروم و پرسید آیا امکانی دارم. گفتم منزل دوستان و نزدیکانم هست. او کارت و شماره تلفن خود را به من داد که در صورت لزوم با او در تماس باشم. من خسته و کوفته به خانه زری برگشتم. اضطراب و ناراحتی هنوز از وجودم نرفته بود، ولی این تصمیمات و اقدامات تا اندازه زیادی آرامم کرد. نای حرف زدم و صحبت با کسی را نداشتم. کمی غذا خوردم و روی تخت یاسمین به خواب رفتم. فردای صبح آن روز می توانستم شنوای نظرات و انتقادات زری و ابراز نگرانی های دوستانم باشم و ماجرا را برای همه به تشریح بازگو کنم. از اولین کسانی که در نظر داشتم با او صحبت کنم، خواهرم رویا یا همان سیما بود. خواهری که در بسیاری از شرایط سخت یاریم نموده بود. هرچند که به علت اختلاف نظرات و شیوه زندگیم او از من فاصله گرفته و رابطه اش را محدود کرده بود. اما باور داشتم به علت پیوند عمیق درونی فیما بین باز بهترین مشاور و حامیم خواهد بود. رویا در آن زمان به دلیل پروژه‌ای از طرف ادارهشان در فرانکفورت کار می‌کرد و آخر هفته ها به خانه‌اش می‌آمد. تنها پسرش در لندن زندگی میکرد، تحصیل میکرد. به دلایلی با همسرش نیز مشترک زندگی نمیکرد. خانه بزرگ او با کیلومترها فاصله از خانه من چه موقعیت مناسبی میتوانست برای من باشد؟ به او زنگ زدم. میدانستم خواهرم خانه نیست، ولی با این حال کوتاه با توضیح مابقع پیش آمده روی باند تلفن او صحبت کردم و از او خواستم وقتی به هامبورگ آمد با من تحت شماره داده شده تماس برقرار کند. او جمعه شب به هامبورگ برمیگشت، اما مسئله ای نبود. من در این دو سه روزه به اندازه کافی کار داشتم که انجام دهم. یکی از آنها شرکت من در جلسات جامعه زنان هامبورگ. برایم اهمیت داشت که موضع‌گیری این زنان روشنفکر و مدعی حمایت زنان نسبت به این موضوع و اقدامات من بدانم. این جلسه در محل همایش ایرانیان در هامبورگ تشکیل می‌شد. جالب و دیدنی بود برخورد این افراد به این واقعه مهم که فقط یک نمونه کوچک از هزاران موارد مشابه بود. انتظار داشتم این جمع 20 نفری که تعدادی از آنها نیز مرد بودند با استقبال از تصمیم گیری و برخوردهای من تنی چند با جان و دل پذیرای من در خانه های خود باشند. عده‌ای به من توپیدند: تو چرا اصلا دخالت کردی؟ مگر کردها و ترک ها را نمی شناسی؟ می گذاشتی این زن خودش به پلیس مراجعه می کرد. عده‌ای شدیداً انتقاد کردند: چرا اسم خودت و فروزان را علنی کردی؟ یکی از خانم‌ها که همیشه نوشته‌ها و نقطه نظرات مرا مسخره می‌کرد در سر جلسه زنان زبانش را بیرون آورد و گفت: هاها، این زبان تو را به باد خواهد داد. زبان سرخ سر سبز می‌دهد به دار. تا تو باشی یاد بگیری که هی نگی من رازدار نیستم. هر کس به نوعی سرزنش و نکوهشم کرد. بعضی هم گفتند: آره، این زیبا با این کارها می‌خواهد خودش را مطرح کند. آخه تو را چه به این کارها؟ در کل سه نفر بودند که این حرکت مرا یک اقدام مثبت و انسان دوستانه قلمداد کردند، ولی آنها هم از این تهدید علی کرد ترک هشدار دادند و پیشنهاد کردند که من خودم هم به خانه زنان بروم تا کسی دسترسی به من نداشته باشد. ولی هیچ کس نگفت: زیبا بیا خانه من شخصا حمایتت میکنم. خنده هم گرفته بود. رو به جمع کرده و گفتم:
من چه خیالهایی داشتم. فکر میکردم اگر مرا این مرد کرد میکشت چقدر برایم ناراحت میشدید و در تقدیس و بزرگ داشت من غوغا میکردید، ولی انگار واهی بودند خیالات من. چه خوب شد من در زنده بودنم شاهد این برخوردها و واکنشهای شما شدم. ممنون. اینها همه آگاهی است. بعد از تمام شدن جلسه، یک مرد حدوداً 65 ساله محترم و نازنینی پیش من آمد. او را می شناختم. آقای قاسم پور بود، اهل آذربایجان. ما او را حضرت حافظ صدایش می کردیم. با نگرانی از من درباره این ماجرا سوالاتی کرد. بعد با آن لهجه شیرینش گفت: زیبا جان، من تو را خیلی دوست دارم و نگرانت هستم. آخر الان کجا زندگی می کنی؟ بگذار من به خانومم زنگ بزنم و به او بگویم که میخواهم تو را با خودم خانه ایمان ببرم. بیا مدتی توی خانه ما زندگی کن. صبر کن، من الان میروم زنگ میزنم و برمیگردم. با لذت از احساسات و عواطف او نسبت به خودم نگاهش کردم. او تلفن در دست زود از پله ها بالا رفت تا در محیطی آرامتر با خانومش صحبت کند و بعد از 10 دقیقه برگشت با ناراحتی و صورت در هم کشیده. زیبا جان، چه بگویم؟ خانومم میگوید این مرد کرد که در تعقیب زیباست ممکنه برای ما هم خطری ایجاد بکنه. چیکار کنم؟ نتوانستم راضیش کنم. بالاخره ما با هم زندگی میکنیم. متاسفانه افکار خانم من خیلی با من فرق میکند و با ناراحتی تکرار میکرد: ببخشید زیبا جان، متاسفم. من با تشکر از لطف و محبتش او را بوسیدم و گفتم: اصلا نگران نباش، جای زندگی برای من زیاد است. 2-3 روز خانه زری بودم. رومل همسر لبنانی زری و یاسمین نیز با من راحت بودند، ولی آنها قصد اسباب کشی داشتند. خانه شلوغ بود و وجود من با تمام پیامدهایش استرس موجود را 100 چندان میکرد. من باید تصمیم دیگری می گرفتم. ماندن هم در خانه دوستانی که در حوالی برگدورف بودند درست نبود. از طرفی زری به شیوه برخورد من به مسائل رازدار نبودن و به دنبال آن درگیر کردن دیگران اعتراض داشت و بیشترین انتقادش حول این محور بود که من با این ایده هایم فروزان را در معرض حمله علی قرار داده و خودم فرار کردم. این بحث ها هم کمی به شدت و حدت مسائل دامن می زد. انتقاد زری زیاد هم نابجا نبود. وقتی من خودم را در جایگاه فروزان می گذاشتم، ترس و وحشت برم می داشت. علی روز قبل از فرار من پیش فروزان رفته بود و در حضور مادر و خواهر شوهرش بعد از فحش و دشنام و ناسزا دستهایش را گرفته بود و چشم در چشم او را تهدید کرده بود که زنی که فلان فلان شده مطمئن باش که من تو را خواهم گاید، و به دنبالش فوش‌های بد ناموسی و جنسی. در صحبت تلفنی با فروزان در خانه زری، او ضمن ابراز ناراحتی و نگرانی می گفت که شوهرش نیز از این حرف‌ها عصبانی شده و او را مورد سرزنش قرار می دهد. البته شوهر فروزان با آن حالت سربزیری و تسلیم پذیریش بعید بود که اقدامی علیه علی بکند، لذا این عصبانیت را تنها با سرزنش و ملامت زنش می توانست فرو نشاند. برخورد علی اما از یک جنبه‌ای برایم جالب بود. هرچند لغلغه زبان او فحش و ناسزا و تهدیدهای جنسی به همه کس و همه چیز بود و من این را به کرار از او نسبت به خیلی ها حتی پلیس می شنیدم که مثلا پلیس آلمان را هم سیکرم و در تهدیدهایش به فروزان هم همینطور بود، اما عجیب نیست به من اصلا اینطور نبود. عجیب نسبت به من اصلا اینطور نبود. حتی در اوج نفرت و عصبانیتش نمیدانم چرا. من این را در اداره پلیس هم بازگو کردم که او هرگز از نوعی تعرض جنسی به من حرفی نزد و چنین کلماتی مثل گاییدن از زبانش بیرون نیامد. انگار در این رابطه نوعی حرمت و ارزش برایم قائل بود. حداقل این احساس من بود. او می گفت شکنجهت خواهم داد، تکه تکهت خواهم کرد، دندانهایت را دانه دانه خواهم کشید، ولی از تعرضات جنسی هرگز.
درباره موضع زری که من خود فرار کردم و فروزان را در معرض خطر قرار دادم جوابی جز تایید نداشتم. به زری می گفتم خب شاید جرأت و شجاعت فروزان بیشتر از من هست یا مثل من نترسیده، وگرنه او هم فرار می کرد و شاید هم مجموعی رفتار و عصبیت و تهدیدهای علی را کف روی آب می بیند که به سرعت می خوابد. بعد از حضور پلیس در خانه علی و قبض اسلحه و اخطار پلیس به او، موضع علی کاملا متفاوت می شود. روز بعد آن بود که او نزد فروزان و شوهرش می رود و ضمن تعریف ماجرای پلیس به آنها قول می دهد که 800 یورو قرض خود را در چند روز آینده می پردازد، ولی که نمی خواهد که دیگر با آنها ارتباط داشته باشد. من مدام در تماس با فروزان بودم و وقتی شنیدم که او می گوید بی خود علی غلط می کند که کاری بر علیه ما بکند، نه برای چی از خانه ام فرار کنم، خوشحال شدم که او حداقل آرامش و زندگی نرمالش را دارد. دوستانم یکی پس از دیگری سراغم را می گرفتند و حالم را می پرسیدند. شنیدنی است اینجا برخورد یکی از آشنایان به نام میترا. میترا از کسانی بود که هر وقت به من می گفت با من کار دارد، به معنای این بود که یا به او پولی قرض دهم یا نامه های اداریش را برایش ترجمه کنم و یا در دیگر امورات زندگیش کاری را برایش پیش ببرم. غیر آن بعید بود. حال اینکه چرا من با این خانم رابطه را ادامه می دادم به کمبودها و کمپلکس های درونی من برمی گشت که من در برابر او با نوعی تجسم مشابه مادرم نه نمی توانستم بگویم و زمان برد تا من خود را از این کمپلکس ها حداقل در رابطه با او رها سازم. ماجرای من و میترا خود داستان عجیب دیگری است که در آینده آن را هم به نثر خواهم آورد. روز دوم اقامت من در خانه زری بود که در تماس تلفنی با میترا قرار گرفتم. طبق معمول زنانی که در احساسات ظاهری و غیر واقعی اقرار می کنند ابراز ناراحتی و نگرانی کرده وای چی شد؟ چرا از خانه‌ات فرار کردی؟ نکنه برایت مسئله پیش بیاید؟ این کردها خطرناکن، مواظب خودت باش و از این حرفا. بعد از نیم ساعتی صحبت و ابراز احساسات تو خالی میگوید زیبا میخواستم از تو یک خواهشی بکنم. دوباره مغزم به کار افتاد که باز دیگر او چه میخواهد، ولی هنوز جسارت بیان افکارم را نداشتم و گفتم خب بگو چه کار برات میتوانم بکنم. من میخوام برم ترکیه، راستش میخواستم ببینم میتوانی پول برق من را بپردازی تا من حسابم منفی نشود. برگردم به تو میدم، بذار روی حسابهای دیگرم. تا این زمان این خانوم به عناوین و ترفندهای مختلف اینجا و آنجا از من حسابی کاسیر کرده بود، به طوری که یک بار حساب کردم دیدم که بیش از 3-4 هزار یورو شده است. به او گفتم الان آخرهای ماه هست، من فقط 70 یورو پول تو حسابم دارم. اشکالی نداره، خوبه دیگه، 10 یورو برات میمونه. البته زیبا اصلا اصرار نمی کنم ها، همینطور فکر کردم تا حسابم منفی نشه تا من برمیگردم. جا خورده بودم ولی با این حال گفتم خب حالا دوباره شماره حسابت را بده. بنویس مرسی زیبا چقدر تو خوبی. البته بهتر بود که بگوید چقدر خری، این به واقعیت نزدیکتر بود. بعد از گذاشتن گوشی کمی در فکر فرو رفتم. آخر چه جور ممکن است؟ این خانم کمی به شرایط من فکر نمی کند. من با حداقل وسایل ممکن فرار کردم. وضعم روشن نیست. شاید از هامبورگ بروم، بلیط و لوازم مورد نیازم لازم باشد و ده ها مسائل دیگر که در این اوضاع و احوال قاراش میش احتمال پیش آمدن آنهاست. من به او میگویم فقط 70 یورو دارم و او اینقدر بی تفاوت و بی اعتنا برخورد میکنه. یاد آن ضرب المثل ترکی افتاده بودم که جتی جان هالندا قصاب پیاختار، بز در حال جان دادن قصاب به دنبال پی و دنبه اوست. نه این دیگر نهایت سوء استفاده است. تلنگری به من خورده شد. بعد از ربع ساعتی به او زنگ زدم و گفتم
میترا، من احساس خوبی در این رابطه ندارم و دوست ندارم این کار را برایت بکنم. اشکالی نداره زیبا، اصلا خودت را ناراحت نکنی، یا اصلا مسئله نیست. مواظب خودت باش. خداحافظ. در این مدت با خودم فکر میکردم از چه امکانات و موقعیت‌های دیگر استفاده کنم که به نفع من و گلشا باشد. با یکی از دوست پسرهایم به نام درایت که او هم کرد بود ولی کرد عراق تماس میگیرم تا با او صلاح و مشورت کنم. جا دارد اینجا اشاره کنم که من در مقطعی از زندگیم 4 شریک زندگی یا به قول عامیانه دوست پسر با هم داشتم. 2 نفر آنها آلمانی، ینس 62 ساله و اووی 70 ساله، درایت کرد عراقی 27 ساله و محمد رضا ایرانی 40 ساله بود که این مسئله به دلیل عدم رازداری من مشکلات و ناراحتی های خاص خودش را داشت. درایت وقتی تهدیدات علی را می شنود شماره تلفن و آدرس او را می گیرد تا مستقیما با او حرف بزند. درایت بعد از معرفی خود مؤدبانه اما خیلی جدی به او می گوید اگر علی کرد است و کردها فرهنگ و تعصبات خودشان را دارند، او هم کرد است و اعتراض می کند به کارهای علی در رابطه با من که موجب فرار من از خانه شده است. ابتدا علی به او می گوید ببینم این زیبا مگر چند تا دوست پسر داره؟ هر چند تا که داره مسئله خودش هست، ولی من هم به تو هشدار می دهم که شدیداً مدافع زیبا هستم و نمی خواهم کوچکترین مسئله یا مشکلی برای او پیش بیاد. من می خواهم این را کاملاً جدی بگیری و باز هم تأیید می کنم که اگر تو کردی بدانی من هم کردم. علی که بعد از آن ماجرای پلیس موضعش آرام تر شده بود رو به درایت می گوید به زیبا بگو من کاری با او ندارم. او می تواند به خانه اش برگردد. فقط نمی خواهم زیبا دیگر با من و خانواده من ارتباط داشته باشد. من هرچند که با روش های مقابله به مثل اساساً موافق نیستم، اما توی دلم خوشحال بودم از داشتن درایت که با آن کم سن و سالی این چنین احساس مسئولیت کرده است. گفتگوی او با علی کمی تسکینم میداد، ولی هنوز کافی نبود که من احساس آرامش کنم و به خانه ام برگردم. در اینکه مدتی دور از آن محیط باشم مصمم بودم. پیشنهاد دیگر درایت رفتن ما به محل تجمع کردها در هامبورگ بود. اکثراً طرفداران اوجالان و پیکاکا آنجا جمع شدند. علی هم به نوعی وابسته به آنها بود. با استقبال از پیشنهاد درایت راهی آن انجمن می شویم که در نزدیکی های آلتونا بود. جمعی از افراد به اصطلاح مبارز از زن و مرد آنجا جمع شده بودند. مثل همیشه اولین خواسته هم این بود که برای صحبت و گفتگو به محلی برویم که در آنجا سیگار کشیده نمی شود و یا اینکه حداقل آنها موقتا سیگار نکشند. می دانستم که چه قشر عظیمی از مردها و زنها ترک و کرد معتاد به سیگارند. در این گفتگوها معلوم شد عده‌ای علی و گلشا را می شناسند. برایشان ماوقعه را تعریف کرده و گفتم گلشا در خانه زنان هست و چنانچه میسر است از زنان این جمع با او تماس بگیرند. عده‌ای قول دادند با علی مستقیما صحبت کنند. آنها به من اطمینان می‌دادند که علی نمی‌تواند بر علیه من کاری بکند. همه رفتار و برخوردهای او را محکوم می‌کردند و می‌گفتند به طور جدی مقابل او خواهند ایستاد، چرا که با این کارها شخصیت اجتماعی و فرهنگی کردها زیر سوال می‌رود و دیگران نظرات منفی به کردها پیدا می‌کنند. من هم در آخر به آنها توصیه کردم که به جای تمرکز اصلی روی مبارزه و جنگ و انتقام گیری برای شهدا و ایجاد کردستان جدید و اوجالان کردن، کمی هم به واقعیت‌های زندگی بپردازید و با صحبت و گفتگو روی زوایای زندگی روزمره روشنگری نمایید. در مجموع من از این اقدام و پیشنهاد درایت احساس رضایت می‌کردم. روز جمعه طرفهای ساعت 8-9 شب بود که خواهرم رویا بعد از بازگشت از فرانکفورت بلافاصله با من تماس گرفت و جویای جریان شد.
در ضمن تعریف ماجرا صدای او با ناراحتی تغییر می کرد و مرتب می گفت نه نه امکان ندارد. چرا این کار را کردی؟ تو دیوانه ای، تو مریضی. و کم کم لحن صحبتش به سرزنش و نکوهش تبدیل می شود. آخه تا کی می خواهی انسانها را تغییر بدهی؟ مگر تو رسالت داری؟ آخر به تو چه؟ اینجا پلیس هست و مراکز قضایی هست. تو چرا دخالت می کنی؟ اصلا زندگی تو پر از آشوب و ماجراجویی است. من که خواهرت هستم احساس امنیت و آرامش در رابطه با تو ندارم. اساسا نگرش و شیوه زندگی تو برای من اضطراب آوره، به خصوص اینکه از مسائل دیگر زندگیت هم که باخبر شده ام اصلا قابل تحمل نیست. نه زیبا، من نیستم، من نمیتوانم. عشق و علاقه بی حد من به خواهرم و احترام و ارزشی که برایش قائل بودم مانع از این میشد که صدایم را بلند کنم و بگویم این من هستم که زندگی و روش آن را برای خودم تعیین میکنم و نه دیگران. او همچنان میتوپید و از جزئیات ماجرا پرسان میشد و من آرام جوابش را میدادم. بعد از دقایقی گفت تو باید از هامبورگ بیرون بروی، فهمیدی؟ اینجا برات خطرناکه. اصلا آنجا خانه زریش کار میکنی که یک بچه 6 ساله هم داره. فکر نمیکنی برای او مشکلاتی ایجاد میکنی؟ نه زیبا، نمیتوانم تصورش را بکنم. و با عصبانیت ادامه میدهد ببینم شماره اووه را در رنزبورگ داری؟ بده به من، من با او تماس میگیرم. مدتی پیش او برو، اگر نشد برو خانه زنان. آره خانه زنان. اووه در رنزبورگ زندگی میکرد. او چند ماهی بود که به علت عدم تحمل مردان دیگر در زندگی من و حسادت بی اندازش رابطهش را با من محترمانه بدون بحث و جدل قطع کرده بود و گفته بود به علت عشق شدیدش به من این دیدار ما آزارش میدهد. من هم علارغم این که نبودش برایم ضایعه بود خواسته اش را پذیرفته بودم. تماس رویا از نظر من مانعی نداشت، هرچند بعید می دانستم اووه بعد از این مدت کوتاه که هنوز زخمش ترمیم نیافته به این خواسته جواب مثبت بدهد. صبح روز بعد رویا گفت برادر اووه چنان برخورد سردی درباره من با او کرده که او طرح مسئله با اووه را بیهوده دیده است. بعد ادامه می دهد از دیشب خیلی روی مسئله فکر کرده و با خود تصمیم گرفته دیگر با من ارتباط نداشته باشد، چرا که اعمال و رفتار من زندگی او را ناامن می سازد. لذا دلیلی هم برای ملاقات با من نمی بیند. من از درون بسیار غمگین و ناراحت بودم، ولی بدون سؤال و مؤاخذه او آرام گفتم هر طور راحتی، هرچه دل و احساس درونیت می گوید همان را بکن. تو هیچ وظیفه ای نسبت به من نداری. از او خداحافظی کردم. در آن اوج اندوه بی اختیار به یاد جوکی افتاده بودم. چی فکر کردیم؟ چی شد؟ و نمی دانستم بخندم یا بگریم. جدن اما چی فکر می کردم و چی شد؟ در افکارم به احتمال یقین خودم را در آن خانه بزرگ رویا با تمام امکانات عالیش می دیدم و آخر هفته های خوشی که به اتفاق دو خواهر با هم می توانستیم داشته باشیم. چه راحت و آسوده می توانستم در آن خانه مسافت ها دور از خانه خود باشم. و ده ها خیال دیگر که همگی مانند بادکنکی که به یک باره ترکیده می شود به گوشه‌ای پرت شدند. خب دیگه برای امشب فکر کنم کافیه و فردا این داستان هم به نظرم تموم میشه. خب اگر زیبا تو لایوه، سلام. آی آدم بود تو عمق این داستان. آره اون جایی تموم کردی که آره خواهر ترابه چکه. آره
زیبا، دیگه بعد از این با رویا دیگه کلا ارتباطت قطع شد، دیگه هیچ ارتباطی نداشتیم. آره دیگه شماره شو اونجا ارتباط، حالا الان میگم یه ارتباطکی که از همون موقع شمارش رو عوض کرد و قطع کرد و بعد گفت دیگه نمیخوام، دیگه نمیخوام با من تماس بگیری، و اگر یه کار ضروری که در رابطه با مسئله خانوادگی، بالاخره یه مسئله پیش اومد و اینکه دیگه واقعا بایستی به من، یعنی دیگه در حالت اضطرار دیگه پیش اومد، تو به ینس میگی، ینس به بهمن همسرش که اونم حالا جدا زندگی میکردن با هم، گفت به اون میگه، ولی خوب رابطه با هم داشتن دیگه، همیشه ارتباطشون با هم دوستانه و خوب بود و اینا، بعد گفتش که اون به اون میگه، اون بهمن به من میگه، بعد من با یه شماره نو نامبر با تو تماس میگیرم ببینم که چه کاری داری. دقیقا همین حالتی که احساس میکردم که خب حالا مثل همین بحثایی که دیروز مطرح کردم که بازم نتونستم مثلا بهش بگم که مثلا دیگه اصلا همینم نمیخوام، همینم نمیخوام که توی همچین برخوردی میخوای بکنی. انقدر که این وابستگی من شدید بود بازم گفتم به همین بذار همینم باشه. بعد یه موقع یک کاری پیش مثلا به ندرت مثلا مسائلی که پیش میمد باز همین کار من میکردم، یس بگو، یس اون چیز بکنم زنگ بزن. بعد یک بار که با مادرم، مادر پدرم هنوز رابطه هم قطع نشده بود، یه بار که مامانم بابام اومده بودن خونه من، بعد اومد مامانم رو ببره، بعد خیلی سرد، خیلی کوتاه، در به اندازه که یک دقیقه فقط مثلا بیاد مامان رو ببره اینجوری، یک دقیقه هم نکشید، یعنی واقعا دیگه رابطه کامل قطع. اینم یک بار. و آخرین بار دیگه سال 2009 وقتی من برگشتم ایران، آلمان برگشتم، خیلی دیگه شرایطم سخت بود دیگه، همه چی رو از دست داده بودم، خونم از دست داده بودم، وسایل اصلا یه جور داغونی بودم دیگه، بعد پول نداشتم، از ایران با دوباره اینو منو بیمارستان برده بودن و فلان، که اصلا خیلی حالت روحیم بد بود. و هر کی منو میدید میگفت باور نمی کنیم که زیبا تو خودتی. گفتم حالا چند ماه صبر بکنیم، من به یه بازسازی روحی خودم نیاز دارم. بعد همون موقع زنگ میزنه مثلا دیگه بالاخره خواهره یا بالاخره یه همچین چیزی، بعد میگه که خب اگر تو یه چیزی خونه اومدی، یه چیزی وسایلی داشته نیاز داشته باشی، من برات مثلا این وسایل رو میرسونم، نمیدونم لباسشویی فلان 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 فلان، هر چیزایی که هست به دستت میرسونم، وسایلی که داری خونه میخوای بگی. باز اونجا من قاطع نتونستم بگم نه، که اصلا من نمیخوام. خوشبختانه مثل این جریان این هستی شعورمند که خودش یه کاری میکنه که غرورم بالاخره هم ادب بشم، هم یه جور غرورم حفظ بشه تا یه حدی، حد جریانی رو پیش آورد که من یه خونه دستم رسید که با وسایل، با وسایلی که از اون زنی که به سالمندان مراجعه میخواست بکنه دیگه اون وسایلشو نمیخواستن. بعد حالا داستان اون خونه هم جدا و نه است، ولی تمام اون چیزا وسایل تو خونه بود دیگه. بعد من خیلی خوشحال شدم از این مسئله، بعد به اون جواب ندادم، مثل همین میترا. ببین هنوز با قدرت که به میترا نگفتم، که گفتم باشه ببین، یعنی گفتم باشه 70 اورو دارم، بعد می 60 اوروشو بهت میدم، بعد که قطع میکنم یه دفعه میگم خب من چرا این کارو میکنم. دقیقا در رابطه با خواهرم هم بعد گفتم خب من چقدر تحقیر رو دارم میپذیرم، چقدر تحقیر رو دارم میپذیرم.
بعد هنوز هم این مسائل هست، ولی میخوام اینو بگم که زمان برده تا همینطور انگار که یه غدای سرطانی آدم داشته باشه، سالها یه غده کنده بشه، یه غده، دو غده، سه غده اینجوری کنده بشه، تا اینکه یک بار دیگه براش یه باری که چست شد، اومد زنگ زد دوباره با شماره ناشناس که شنیدم به هر حال کاری داری، من غریزه کاری نمونه. بعد اونجا من بهش گفتم که جاده یه طرف دیگه میخوام بسته بشه. خیلی سخت بود گفتن این مسئله. این چند سال از این مسئله گذشته، داستانی که داریم میخونیم مال 2005، ولی من این حرف رو 2009 بهش گفتم، 4 سال بعد. تو این 4 سال به همون بارق ارتباطی که اون ممکنه با من بگیره و من صداشو بشنوم هنوز نیازمند بود. بعد یادم این حرف رو 2009 خواستم بهش بزنم، اصلا تو طول اتاق میرفتم میومدم، میرفتم میومدم، میرفتم میومدم، میگفتم قدرت شو داری؟ انقدر من وابستگی خانوادگیم سخت بود، انقدر من وابستگی شدیدی به این خانوادم از کوچیکی داشتم، از کوچیکی که اصلا حسادت برای من مفهوم، مثلا وقتی من میدیدم که مامانم به برادرم تبعیض قائل میشه، می اومدم اعتراض کنم، می دیدم بدترین برخورده میشه، ولی انقدر این عشق من شدید بود، احساس می کردم که بذار خب دیگه این عشق منه، داره مادر من مثلا به عشق من داره این کار میکنه. بعد کسی اگه مثلا میخواست، اصلا طوری بود تو خیابون میگفتم من بذار راه میرم اول من این بر باشم، اگه ماشین اومد به من بخور، تو ذهن خودم بچگانه خودم. یا مثلا یه ذره بزرگ شده بودم، مثلا نوجوان شده بودم، مثلا احساس، بعد میگفتم خدایا من هر کی تو زندگی من عاشق من شد، کوچیک مثلا من نوجوانی مثلا هر کی تو زندگی من عاشق من شد، اگه خواهرای من و مامان من رو ببینه، تا چشمشون به اونا بیفته منو فراموش کنه. فکر کن چقدر بایستی همچین چیزی باشه، یعنی اصلا منو نبینه، انقدر عاشق اونا بشه که منو نبینه، میدونی؟ مثلا من نمیتونم دیگه توصیف کنم که چه حالت عاشقانه مثلا به اینها داشتم، خانوادم، و انقدر که سخت بود تا این بریده بشه. حتی مثلا میگفتم، مثلا من وقتی این خواهرم اینجا شو مثلا بو میخوام بکنم، مثلا میگفتم مثلا این بو تو ذهن من میمون، مثلا گفتم من این بو رو از خودم بگیرم، یا مثلا دست بابام گفتم بهش من ارث نمیخوام، دست تو از من 2 ثانیه نکش، دست تو اینجوری نکش. مثلا نمیتونم بگم اون چیزایی که تو حالتهای من بود. بعد تو فکر کن مثلا به هر کدوم از اینا من میخواستم اینجوری خودم رو ببرم، قیچی کنم، هر کدوم از این انگار رگهای خودم رو داشتم میبرید. بعد وقتی که من اومدم اونجا راه رفتم، اومدم راه رفتم، گفتم دیگه واقعا، یا مثلا اون اسهال 7 ماه، اسهالی که 7 ماه من گرفتم، یعنی تمام تحقیرها رو میگفتم تو زندان که بودم به خودم میگفتم که هر بیماری که اینا داشته باشه، هر بلایی که خدایا میخواد به سمت اینا بیاد بده به من،
میگفتم تو بده به من، تو به من نگاه نکن، نگاه نکن که اون چیز، تو فقط بده به من. حالا اعتقاد که این چنینی که داشتم، و تو فکر کن مثلا بعد تو میخوای بیای اینا رو اینجوری ببری، تو هر قسمتش مادرم، برادرم، اون یکی برادرم که اولین عشق من بود، که مثلا میگفتم هر کی شبیه برادر من باشه، مثلا من میخوام خواستگار من شبیه برادرم، مثلا من با کسی ازدواج کنم شبیه برادرم باشه. بعد پدرم مثلا شده بود یه اصلا هر کدوم از این بچه ها رو نگاه میکنم مثلا میدم که عجیبیه، انگار یک بودی از عشق خاص من بودم. بعد من باید همه اینا رو انگار مسلخ میبردم، اینجوری میبریدم. بعد در یه زمانی که مثلا میگم بابای من میمد یا مامان من، مثلا میگفتم من تحقیر بشم ولی بابای من تحقیر نشه. بعد اینا میخورد به وجود من. بعد مثلا چون خودم رو به خودم چیز، به خودم تجاوز میکردم، به خودم تجاوز، یعنی خودم به خودم تجاوز میکردم. بعد این باعث میشد که مثلا در شرایطی بیماری های مختلفی بگیرم. مثلا سر یه مسئله که اون 7 ماه اسهال من خیلی شدید بود دیگه، یعنی حالتی بود که قشنگ من میدیدم، اون سر جریان بود که ارتباط مسئله ای بود که با تون کلیپ اصلا مشخص حالت من که علل 7 ماه سال من. بعد حالا این سر خواهرم که اصلا هر کی مثلا میدید میگفتش الان همه فکر میکنم ما لزبیان هستیم تو خیابون، اینجور که حالت عاشقانه به هم داشتیم. بعد اینکه وقتی اونجا یه لحظه گفتم دیگه جاده یک طرفه میخوام تموم بشه، بعد گفتم دیگه زنگ نزن، سخته برام همین آشنا ولی همین رو میخوام قیچی کنم. هر چیزی که دوست داری میپرسی، هر چیزی که دوست داری در رابطه با من میپرسی، یک سوال اینور من نمیتونم بپرسم، قطع بشه دیگه. فقط و یه اتفاقی که تقریبا چند سال پیش افتاد که اونم برای من در رابطه با خواهرم خیلی شدید بود، چیز بود، یعنی خیلی درونن زخمی کرد. چند سال پیش از طریق بیتی خالم، تو بیتی رو دیدی؟ نه از نزدیک. بعد من یه دفعه به ذهنم رسید، خب من 1 سال و نیم خونه اینا زندگی کردم، تازه که آلمان رفته بودم، حساب کردم گفتم خب حدودا چقدر میشه من مثلا پولش که من اینجا مثلا اگه اونجا خورد و خوراک داشتم فلان داشتم بهمان، گفتم میخوام هم اینو بدم بهشون، بهش بدم. بعد به بتی گفتم بتی من 3000 یورو میخوام به سیما بدم بابت اون مدتی که مثلا بعد خونشون چیز کردم، پلا همینطور اگر بپذیره. 3000 یورو هم اون موقع نداشتم، نقد نداشتم. گفتم هر ماه من 500 میدم و شاید در چند ماه تمومش کنم اگر فقط این میخواد من رو بپذیر. بعد بیتی گفت باشه من اینو میگم بهش، و این میگه پیام اونو که میده به من توی چه، هر وقت اصلا میخوام اینو بگم من جوری دلم میلرزه. بعد این ایمیلش رو فوروارد کرده بود دیگه، یه کاری کرده بود که اونجا یه نقطه اینجوری گرد گذاشته بود، یه جوری بود این ایمیل که فوروارد شده بود که یعنی به هیچ عنوان مثلا هیچ اثری از این که فورواردی مشابه، یه جوری بود این ایمیل
اون نقطه، اون دایره، اصلا من نمیدونم، این فوروارد میکنه و بعد اون جواب میده، ولی به طور کامل مواظب بود که به هیچ عنوان هیچ چیزی اطلاعاتی ازش نباشه، فقط جملات پیام داده بشه. بعد که گفته بود که من کاری که کردم برای علاقه خودم کردم، برای خواهرم انجام دادم، برای عشق و علاقم بوده، من هیچ انتظاری ندارم، اگر این خواست 1000 یورو رو بده، دوست داره بده، بده به یک خیراتی، نمیدونم چیزی، نمیدونم بچه های نمیدونم تهران و از این شهر و برای این چنین، از این چیزایی که نمیدونم کمک کنه فلان، که بعدم منم جواب میدم، گفتم نه من این کارو نمی کنم. یا خودش مستقیم میگیره، یا اگر نمیپذیره دیگه برای عشق علاقش کرده دیگه، تصفیه میشه دیگه. من این چیز رو میخواست، خودش میتونست بگیره، یا مثلا من بدم به بتی مثلا بگیره، بعد ببره به هر کسی میخواد بده بره. ولی من از طرف اون به کسی نمیدم. ولی این پیام، آخرین پیام، اون نمیدونم ایمیل اون دایره انقدر منو اذیت کرد، انقدر من اذیت کرد، یعنی احساس کردم مثلا اینجوری یه چیزی اینجوری دوباره یک زخمی اینجوری زده شد. یک بار دیگه هم که چون اینا شهرشون رو عوض کرده بودن، اسم شهرشون نگفته بودن که من اسم شهرشون هم ندونم، قبل از الان نمیدونم کدوم شهرم، ولی قبل از اون که برن مونستر، مونستر یه شهریه نزدیک این شهریه که الان من میخوام برم اونجا، و هر وقت که من داشتم هم میرفتم توی چیز، باز این مونستر رو دیدم. هر وقت من از جلوی این شهر رد میشم، یادتون داشتم خونه نوری میرفتم، گفتم که یه پیام، گفتم من دوباره از جلوی این شهر رد شدم، یه خاطر اومد تو ذهن من، و اون خاطره برمیگرده به یه چیزی که من اینا اونجا بودم، بعد مامان بابای من میاد اونجا و چی اومده بود اونجا، نمیدونم کی بود، یا یادم نیستش، فقط یه صحنه یادم نمیاد الان، ذهن من شاید داره واپس میزنه. بعد من اونجا به بهمن میگم که یه اتفاق افتاده بود تو خانواده که ما میخواستیم جمع بشیم و من برای مهم بود که این دیدار انجام بشه. بعد گفتم که خب شما نمیخواید خونتون مشخص بشه، من میام مستر، بیاید من از ایستگاه بردارید، چشمم و چشمند ببندید، ببرید خونتون، بعد برگردانید با چشمند بیه. این خیلی برای بهمن سنگه شد. خب چون من این کار تو زندان افتاده بود دیگه برام، دیگه نمیخوام ادامه بدم تا بعد.